تو بی پپه، تشم باید پپه ریتن باشه، اینم که نیست. جواب یا یک یا دو. نهایی تا حالا اینجوری گیر میده، what written where written. حالا تو باید بگی واز برای مفرد است، نامه مفرده یا جمع؟ نامه مفرده. اگه بود the letters جمع بود، حالا مفرده، برای مفرد چی میاد؟ was written. بچه ها مجهول تمام، فقط یه قسمت مونده که بگم. 50 دقیقه که درس میدم، 10 دقیقه استراحت میدم، دوباره 50 دقیقه درس میدم. تو کلاس جابری خسته نمیشی، منم خسته نمیشم، ایشالله تو هم خسته نمیشی. بچه تا اینجای مجهول، حالا به اینقدر سوال حل میکنم امروز و جلسه بعد کف میری. حسین جان چتشونو بده من ببینم حال بچه ها چطوره. مجهول تمام، فقط بریم رو جزوه پیاده کنیم. مجهول تمام. من نسکافه هم بخورم قربونت برم زهرا جان. مرسی 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 مرسی، شماها عالین، چقدر با ادبی، چقدر باحالین، چقدر باحالین، قربونتون برم. مرسی، خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. خوشحالم که اینقدر دوستان خوب فهمیدن. مرسی، حال منم خوبه با شما هم. مرسی، قربونتون برم، قربونتون برم. خوشحالم که تونستی بیای کلاس عزیزم، قربونتون برم. ماهید شما ها، ماهید ماهید، من همه کاری براتون میکنم. حسین میدونه من اینجا آسین کوتام هم عرق میکنم از بس دوستتون دارم با انرژی. قربونتون برم. یا علی، حسین جان کتاب است. حالا دوستان این جزوه‌ای که گذاشتم روی پنل، من کل جزوه رو گذاشتم رو پنل، کل جزوه رو گذاشتم رو پنل. اینا صفحه اول جزوه هم براتون یه دونه. حالا چجوری این جزوه رو بهش دسترسی داشته باشید خواهم گفت. جزوه رو با چی؟ جزوه نهایی زبان دکتر جابری با ضرب المثل معروف امریکایی. من proposes God disposes، از تو حرکت از خدا برکت. این فارسیش که قافیه داره اطاعت، اینا ببین، من proposes God disposes، تو حرکت کن خدا برکت میده. من یکی از بحثان با مشاورا اینه، میگم پیشبینی های شما در محدوده طبیعته، ولی خداوند در ماوراء طبیعت میتونه کاری کنه. یک شاگردی که زحمت بکشه 1 ساعت بخونه، 3 ساعت راندمان بده، آنچه خدا میخواهد همان میشود. خدا تو قرآن میگه آن کس که من حمایتش میکنم رقیب و فائق، یعنی کسی که برو پیروز بشه نخواهد داشت. خب بازم یه دعا میکنم به حق امام کاظم، اعتقادم، حالا دوستانی که اعتقاد دارن که امروز شهادتشونه، سال بعد انشالله این موقع چنان خوشحال باشی، آینده موفق داشته باشی، به درد کشورت بخوری، گره فروبسته از کار مملکت باز کنی، شهر خوب، رشته خوب، دانشگاه خوب نشسته باشی. خب بریم حالا جزوه، کل جزوه هستیم، کل جزوه درس 12 بعد فایل های کتاب درسی را میزنم، ولی 5 تا فایل دیگه هم هست که آخر کلاس توضیح میدم چیه. حالا نگاه کنید، درس از اینجا شروع میشه. گرامر، جملات مجهول. اوکی، یه بار بریم جملات مجهول رو ببین دوره کنیم. جمله ایست که با مفعول شروع میشه، دیگه الان بلدید، نامه نوشته میشه. جمله ایست که معنی شدن میده، شدن، ایمیل ارسال میشه، غذا خورده میشه، پل ساخته میشه، بیمارستان بازسازی میشه، مریض معاینه میشه، حافظ شناخته میشه. فعل مجهول تو بی پپه، تو بیش صرف میشه، پپه ثابت. تو بی چجوری صرف میشه؟ دیگه بلدی، is posted، چون نام مفرده is میده. was posted، دیگه الان بلدی. has been، have been، نه، been posted، will be posted. تو الان قشنگم میدونی post میشود، نامه post، نامه که مفردم هست، به این مفرد و جمعش باید دقت. نامه post شد، نامه post، دیگه postش ثابته، شده است. نامه post، بگو دیگه، بگو تو دلت، شده بود. نامه post، بگو خواهد شد. حالا اینجا من گفتم با پپه آشنا شدیم. آها جابری، اصلا من زبانم اینقدر ضعیفه این پپه رو باش کنار نمیام. حتی بچه که زبانشون خوبه هیچ اورینتیشنی راجع به پپه ندارن، فقط میدونن پپه پس پارتیسیپ بده، حتی درستش بگیم پی پی، ولی ما دیگه چون پی پی زشته میگیم پپه. ببینید دوستان من، در زبان انگلیسی هر فعل عزیزان من 3 قسمت داره. نگاه کنید، قسمت اول تو جمله معلوم به کار میره. جمله معلوم چه جمله است که با فاعل شروع میشه. ببینید، دکتر معاینه میکنه، این کنندگی شدن نیست. شاگرد درس میخونه، نه درس خونده میشه، درس شاگرد کارو میکنه.
معلم تدریس میکنه، پس این معلم فاعله. نقاش ساختمون رو نقاشی میکنه. مهندس پلو میسازه، ساخته